سرین عزیز، امیدواریم که از نعمت صحت و سلامتی برخوردار باشید انشاءالله. به ادامه بحث درس استولوژی عمومی، البته نسج منظمر که بحثی را آغاز کرده بودیم، امروز در جلسه 21 استولوژی عمومی قرار داریم. در جلسه 20 در رابطه به نقش مکروفاژ ها صحبت کردیم در عمل کرده نسج منظم و همچنین چگونگی بلع توسط مکروفاژ ها به بحث گرفتیم. در رابطه به مست سل ها صحبت هایی داشتیم، اینکه دو گونه ماده، یک استامین و ایپارینر در خود جای داده بودن و تولید میکنن و اهمیت این مواد روی صحبت کردیم. همچنین در رابطه به پلازما سل ها صحبت شد، اجرات شحمی و اجرات خونر در جلسه قبل مفصلا مورد مطالعه قرار دادیم. آنچه که در جلسه 21 روی قرار صحبت بکنیم در رابطه به ماده بین الاجدوی نسج منظم میباشه. ای که در نسج منظم ما گفته بودیم که اجرات وجود داره و ماده بین الاجدوی موجود هست. اجرات را خواندیم. حالا میخواییم در رابطه به جزء دوم ساختمانی نسج منظم که همون اجرات، همون ماده بین الاجدوی میباشه، صحبت. خود ماده بین الاجدوی در نسج منظمر اگر ما بیایم مطالعه بکنیم شامل دو قسمت می باشه. یکی رشته ها هست و دیگه ماده بدون شکل. و قبل از اینکه ما وارد بحث رشته ها و ماده بدون شکل بشیم، باید بفهمیم که خود ماده بین الاجدوی چیگونه تعریف میکنیم. ماده بین الاجدوی در حقیقت ماده هست که مسافه یا خالیگاه هایی که بین اجرات در نسج منظم وجود داره پر میکنه. در ترکیب ساختمانی ماده بین الاجدوی هم رشته ها شامل میباشه و هم ماده بدون شکل که هر یک از اینا به صورت جداگانه مفصل مورد بحث قرار خواهیم داد. ابتدا در رابطه به رشته ها صحبت میکنیم. خب اگر در این تصویر شما مشاهده بکنیم، یک سلسله اجراتی در نسج منظم میبینیم. یک اجره شحمی هست، پلازماسل هست، مکروفاژ ها میباشه، فیبروبلاست ها هست. در مسافه بین همی اجرات در نسج منظم ما یک سلسله مواد میبینیم که در حقیقت همین مواد ماده چی میباشن؟ بین الاجدوی میباشن. در جمله این ماده بین الاجدوی ما چی میبینیم؟ یک سلسله رشته ها، تارها رو میبینیم. این تارها یا رشته ها در حقیقت همین رشته های هست که میخواییم حال روی و فصل صحبت بکنیم. رشته هایی که در ماده بین الاجدوی در نسج منظم وجود داره به سه کتگوری تقسیم میکنن. رشته هایی که در مسافه بین اجرات در نسج منظم موجود هست به سه کتگوری تقسیم میکنن. یکی رشته های کلاژن میباشه، دیگه رشته های شبکوی هست و رشته های الاستیک می باشه. دوباره تکرار می کنم، در ماده بین الاجدوی که در نسج منظم وجود داره سه گونه رشته موجود هست. یکی رشته های کلاژن، رشته های شبکوی و رشته های الاستیک که در حقیقت هر سه گونه رشته‌ای که ما از اون نام گرفتیم توسط اجراتی به نام اجرات مولده رشته یا فیبروبلاست ها در نسج منظم تولید میشه. در این تصویر اگر شما بینیم یک اجره فیبروبلاستی هست. در حقیقت همین اجره فیبروبلاستی هست که میتونه رشته های کلاژن، رشته های شبکوی و رشته های الاستیکی چیکار بکنه؟ تولید بکنه در مسافه بین و پشت. خب حالا میخواییم که هر یک از این رشته هایی که نام گرفتیم به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار بده. ابتدا در رابطه به رشته های کلاژن صحبت میکنیم. میخواییم بدانیم که این رشته های کلاژن چگونه مشخصاتی دارن و چگونه
اهمیت بارز در نسج منظم ایفا میکنن. ببینیم به هر جایی که در عضویت نسج منظم وجود داشته باشه عمدتا در اونجا رشته های کلاژن دیده میشه، که میتونیم بگیم که ادعا بکنیم که رشته های کلاژن در عضویت به صورت منتشر در سر تا سر بدن موجود باشه. اگر ما بیاییم رشته های کلاژن از نظر منظره ماکروسکوپیک مطالعه بکنیم، اون چه که در چشم میتونه تظاهر بکنه از نظر ماکروسکوپیک به رنگ سفید دیده میشه. رشته های کلاژن، بندل های رشته های کلاژن که همدیگر درگاه رشته های کلاژن همدیگر بندل ها میسازن، که منظره گروس یا شکل زیری رشته های کلاژن به رنگ چی میباشه؟ به رنگ سفید رنگ میباشه. و بعد از تلمین یا رنگ آمیزی معمولا رشته های کلاژن رنگ سرخ به خود میگیرن. البته در رنگ آمیزی عادی گفته میتونن که به خود رنگ سرخ چکار بکنن؟ جذب بکنن یا بگیرن. رشته های کلاژن در ابعاد به طول متفاوت در خود نسج منظم وجود داره و همچنین از نظر ساختمانی این رشته های کلاژن از پروتین ها ساخته شده و میتونیم بگیم که رشته های کلاژن در واقع به عنوان منابع ذخیره‌ای پروتین در عضویت میتونه که عمل بکنه. گفته حدوداً 1/3 پروتئینی که در عضویت وجود داره در همه رشته های کلاژن در حقیقت ذخیره شد. 1/3 یا 1/3 پروتئینی که در واقع در عضویت وجود داره در همه رشته های کلاژن که ذخیره شده. و حتی در مواردی که شخص به فاقگی پروتئینی مواجه بشه، یعنی سری پروتئین عضویت از کاهش پیدا بکنه، احتمال از اینکه از این منابع پروتینی دوباره عضویت برای تولید پروتین هم استفاده کنه وجود داره. خود رشته های کلاژن در نوعی مختلفی بدن که وجود داره اهمیت عمده از اینه که باعث استحکام نسج منظم میشه و در تولید از رشته های کلاژن ویتامین سی هست که نقش فوق العاده مهم و بارزی بازی. چنانچه یک مریضی وجود داره به نام مریضی اسکوروی یا مریضی که در یک مریضی در حقیقت کمبود ویتامین سی دیده میشه. این افراد از جمله علائم و اعراض و نشانه های خیلی بارزه که دارن این هست که خونریزی لثه ها در رس از این دیده میشه. دلیل از این که در نزد مریضان اسکوروی یا ناشی از کمبود ویتامین سی خونریزی در لثه ها وجود میاد چیه؟ ما قبلا گفتیم که نسج رشته های کلاژن در نسج منظم در حقیقت اهمیت استنادی داره. وقتی که رشته های کلاژن به قدر کافی تولید نمیشه، رگ های خونی که از نسج منظم عبور میکنه در حقیقت به صورت کافی محافظت شده نمیباشن. کوچکترین یک تحریک میخانیکی یا فشار میخانیکی میتونه که باعث چی بشه؟ باعث شکنندگی جدار رگ‌ها بشه و خونی زیاد به وجود بیاره. حتی هم یک سختی معمولی که در گوشت ما احساس میکنیم یا مقویتی که در گوشت دیده میشه، این هم در واقع ارتباط داره به چی؟ به موجودیت رشته های کلاژن. در حقیقت میتونه بگیم که کلاژن باعث سختی در گوشت هم میشه. اگر ما بیاییم رشته های کلاژن گفتیم که از نظر ساختمانی مطالعه بکنیم، رشته های کلاژن ساختمان از اینا از نظر ساختمانی است پروتین ساخته شده و پروتین هم منشأ ساختمانی پروتین هم چی میباشه؟ امینو اسید های. برابری میتونیم بگیم که رشته های کلاژن از لحاظ سنتز و ساختمان از امینو اسید ها ساخته شده. یه یک تصویر شیماتیکیه که در حقیقت
رشته های کلاژن و بندر های کلاژن را برای شما نمایش داد. در این تصویر شما چی میبینیم؟ رشته کلاژن میبینیم یا کلاژن فیبرین فایبر. بعدن این کلاژن فایبر ها با هم دیگر یک جا میشن، چی میسازن؟ کلاژن بندر میسازن یا بندر رشته های کلاژنی. همین ترتیبی که در خود رشته های عضلی اگر ما مطالعه میکردیم، بندل های از فیبریل های عضلی یک جا میشد و در حقیقت رشته های عضلی به وجود می آورد، این ترتیب در بحث کلاژن هم رشته های کلاژن با هم دیگر یک جا میشد، چیز وجود دارن؟ بندل رشته های کلاژنی میتونن که ایجاد بکنن. دومین جزء ساختمانی رشتوی که در نسج منظم وجود داره رشته های شبکوی می باشه. رشته های شبکوی اصطلاحا به نام چی یاد میکنن؟ به نام ریتیکولار فایبرز یاد میکنن. ریتیکولار فایبرز در واقع همون رشته های شبکوی می باشه. در حقیقت رشته های شبکوی ساختمان جال مانند که به علت همین شکل ظاهری ساختمان های جال مانند رشته های شبکوی هم می باشه که این رشته های شبکوی به نام رشته های شبکوی به نام چی یاد میکنن؟ به نام ریتیکولار فایبر یا همین خود رشته شبکوی، واژه شبکوی ارتباط به همین ساختمان شبکوی شکلی که این رشته ها ایجاد میکنن داره. و بیشتر رشته های شبکوی گفته در نوعی دیده میشن که در پروسه دفاع سم میگیره. در پروسه دفاع سم میگیره. در جمله در مغز استخوان ها هم گفته که در مغز استخوان ها هم رشته های شبکوی به شکل وافر دیده میشن. در تصویر همین خطوط سیاه رنگی که شما در اینقدر مشاهده میکنیم همون رشته های شبکوی باشه که در مغز استخوان برای شما نشان داده شده است. سومین نوع رشته هایی که در نسج منظم ما مورد بحث و مطالعه قرار میدیم رشته های الاستیک یا رشته های شبکوی میباشه. رشته های الاستیک یا کشیشی میباشه. الاستیک فایبرز. طوری که از نام از این رشته ها برمی آیه این رشته های الاستیک توانایی کش شدگی دارم باشه. از این معنی که قابلیت ارتجاعی دارم باشن رشته‌های الاستیک. به راحتی میتونن که چکار باشن؟ کش بشن. وقتی که کش بشه دوباره که اله بکنیم دوباره حالت اولی اصلی خود رو برمیگرد. و در حقیقت این رشته‌های الاستیک در عضویت موجی به چی میشه؟ موجی به تأمین ارتجاعیت. باعث ایجاد خاصیت ارتجاعی در اعصاب میشه. طور مثال خود ریه ها خاصیت ارتجاعی فوق‌العاده زیادی دارن که در واقع خاصیت ارتجاعی ریه ها ارتباط میگیره به چی؟ به موجودیت همین رشته های الاستیکی که در ریه ها موجود میباشه. ویایی که در جلد شرائین یا شریان ها اینا هم جمله از دارن که خاصیت ارتجاعی کفیر دارا می باشن. این خاصیت ارتجاعی از اینا ارتباط به موجودیت چی داره؟ موجودیت همین فایبر ها دارا می باشن. و هر پیمانه که این رشته الاستیک بیشتر باشه خاصیت ارتجاعی بیشترتر می باشه. در این تصویر هم شما رشته های الاستیک به شکل خطوط باریک و نازکی برای شما نشان داده شده. برای شما گفته شد که در واقع نسج منظم متشکل از اوجرات و ماده بدون اوجرات و ماده بین الوجوی. اوجرات رو خواندیم، ماده بین الوجوی گفتیم که متشکل هست
رشته ها و ماده ای بدون شکل که در رابطه به رشته ها هم مفصل صحبت کردیم. حالا میخواییم در رابطه به ماده ای بدون شکل که در حقیقت جزئی از ساختمان نسج منظم هست صحبت کنیم. در واقع اوجراد و رشته های نسج منظمی خود از اینا در یک زمینی قرار گرفت، در یک بستره قرار گرفت که همین بستره در حقیقت به نام چی یاد میکنن؟ به نام ماتریکس هم یاد میکنن، به فارسی به نام زمین هم یاد میکنن، که از نظر خصوصیات فیزیکی خاصیت لزوجی، بیرنگ، شفاف و امجنس داره، یک دست میباشه، یک مایع شفاف که به این ماده میگن ماده بدون شکل. در واقع این ماده بدون شکل باعث میشه که یک محیط مناسبی در داخل نسج منظم ایجاد بشه و باعث میشه که زمینه انتشار مختلفه از طریق نسج منظم چکار بشه؟ مساعد و باعث میشه که زمینه تبادله مواد بین خون و اجرات بدن در حقیقت این نسج ماده بدون شکل نسج منظم فراهم بکنه. طوری که هر ماده‌ای که از عضو شهری خارج میشه میه وارد نسج منظم میشه، از طریق این ماده بدون شکل که انتشار پیدا میکنه تا ای که به اجرات مورد هدف میرسه، یا برعکس ماده فضله در اجرات بدون شکل یا اجرات مورد هدف تولید شده، اینو باید بیایه وارد خود ماده بدون شکل نسج منظم بشه تا ای که برگشت بکنه به رگهای خونی. به این ترتیب یک زمینه تبادله مواد بین عروق شهریه و اجرات بدن هم میتونه که چکار بکنه؟ فراهم. و دیگه ای که این ماده بدون شکل در شادابی و ترابط پست هم نقش دارد، چنانچه در افراد کهنسال گفته میزان ماده بدون شکل کاهش پیدا میکنه و این کاهش ماده بدون شکل در نزد افراد کهنسال میتونه که زمین ساز یک چروک جلدی در خود اطراف چشم بیماران بشه. از نظر ترکیب ساختمانی اگر ما بیایم ماده بدون شکل مطالعه بکنیم، در ترکیب ساختمانی ماده بدون شکل در واقع پروتوگلایکنز تشکیل شکل داده خود ماده بدون شکل یا در تشکیل از این سم گرفت. پروتوگلایکنز طوری که از نام از این برمی آید متشکل از دو جزء ساختمانی، پروتو از پروتین گرفته شده، گلایکنز از کربوهیدرات ها گرفته شده، که در واقع در ترکیب پروتو گلایکنز 95% کربوهیدرات ها وجود داره، 5% پروتین ها جزء ساختمان این پروتو گلایکنز میشه. و شفافیتی هم که این ماده بدون شکل داره مرتبط به کربوهیدرات ها هست، که در واقع یک محیط متجانس روشن و شفاف رو میتونن که چیکار بکنن؟ ایجاد. بعد از این که ما و شما ماده بدون شکل از نظر ساختمانی شناختیم و فهمیدیم که در واقع ماده بدون شکل از پروتوگلایکن ساخته شده، قبل از این هم ما شما ماده بین‌الحجروی خواندیم که گفتیم از رشته ها و ماده بدون شکل ساخته شده، بعد از این که ترکیب ساختمانی خود نسج منظم در کل شناختیم، حالی میایم در رابطه به تکامل نسجی و گروه بندی نسج منظم صحبت کنیم. چگونه نسج منظم میتونیم ما کتگوری بندی بکنیم؟ از نظر استوجنزیز یا تکامل نسجی میتونیم بگیم که نسج منظم از نسج میزودرم منشأ گرفته، که بحث میزودرم رو چند بار ما تکرار کردیم، گفتیم که در حقیقت در طبقه ریشه در نزد ریشه این سه طبقه یا سلایه وجود داره، اندوترم، میزودرم و اکتودرم، که در واقع
دست 16 از اون طبقه وسطی هم میزودر منشأ میگیره. طوری که قبلا هم گفتیم از میزودر نسج ابتدایی که منشأ میگیره چی میشه؟ نسج میزان شیب میباشه که در حقیقت همین نسج میزانشی هم یا نسج منظم جنینیه که در واقع با نسج منظم کاهل چیکار میشه؟ تکامل پیدا میکنه. در نسج مزنشی همی که در نسج جنین وجود داره، اجراتی هم که وجود داره، اجرات ابتدایی تری میباشن، اینا رو به نام اجرات میزانشی هم. اگر ما بیم اجرات میزانشی میر مطالعه بکنیم از نظر شکل ظاهری، گفته شکل نامنظمی داره و شکل ستارهی داره که در واقع از میزانشی هم میتونیم بیم که کتگوری مختلفی انساج به وجود میه که نتن در این جدول برای شما گنجانده شده که میتونیم به راحتی مشاهده بود. خود نسج منظم در واقع تئوری که میبینیم دو کتگوری نسج منظم رو ایجاد میکنه، نسج منظمی هم یکی نسج منظم عادی و دیگه نسج منظم خصوصی. نسج منظم عادی در واقع به دو دسته تقسیم میشه، یکی نسج منظم عادی متراکم و دیگه نسج منظم عادی سوس که از متراکم به غیر منظم و منظم و نسج منظم خصوصی هم که همان استخوان و غضروف و نسج خونساز و مخاطی و شبکیبی و الاستیکی که نسج خونساز رو هم برای شما اینجا توضیح داده به میالوید و لنفوید در واقع تقسیم بندی کرده که ایر شما به ذهن خود میسپاریم این جدول. بعدا ما رو هر یک از جزئیات از این مواردی که در این جدول در این قدر چارت ذکر شده روی و بس خواهیم داشت. شما عزیزان به خدای کریم میسپاریم. به شما عزیزان آرزوی موفقیت و تندرستی از بارگاه حق دارم باشه.